خوش آنان که با عزت زگیتی بساط خیش برچیدند و رفتند ز این آشفت بازار محبت را پسندیدند و رفتند با سمیمانه درودها حضور همه شما بینندگان بسیار ارجمند و گرامی شبکه جهانی پارس همیانان ارجمند گرامی در دومین سالگرد جنبش بزرگ نسل جوان ایران هستیم زن زندگی آزادی در واقع گره خورده با نام دخت ایرانی محسا امینی در دومین سال این واقعا حرکت شجاعانه و دلیرانه نسل جوان به خصوص زنان ایران زمین دختران جوان ایران زمین برنامه ویژه‌ای تلویزیون جهانی پارس تدارک دیده در این برنامه از یک چهره جوان فعال هنرمند دعوت کردیم که در خدمتشون باشیم این هنرمند ارجمند گرامی همیانون یعنی ارجمند رشته تئاتر رو در ایران به اتمام میرسونه فارغ و تحصیل میشه بعد میاد به امریکا در امریکا هم رشته فیلمسازی رو به پایان میرسونه هنرمندی که دست به قلمم هست و نمایشنامه هایی که اجرا میکنه خودش می‌نویشه و خوشبختانه نمایشنامه ای رو که بر صحنه آوردن سال گذشته بوده عنوانش همین بوده زن زندگی آزادی این رو جوان که امروز باعث خوشحالی است من در کنارش هستم کسی نیست جز آقای عرفان ملکوتی درود بر شما آقای ملکوتی آقا درود ارزادب خدمت شما خیلی متشکر باعث افتخار همه که باتون با صحبت میکنم و سلام و ارزادب خدمت بینندگانتون در خدمتتونم خیلی خوشحالیم آقای ملکوتی عزیز از کنم که من میخوام ابتدا از ایران شروع کنیم یک کمی راجع به فعالیت خودتون در ایران بگید چون فارغ تحصیل رشته تئاتر هستید در ایران کارتون آغاز کردید خب نماشنابه بر صحنه بردید همه ما میدونیم که مشکلات زیادی بر سر برها راه هنری وجود داره به خصوص نسل جوانی که این گونه عاشق هنر هستن و تونستن واقعا آنچنان درخششی داشته باشن که حتی در خارج از ایران هم کماکان کارهای مثبت انجام میدن یک کمی راجع به ایران صحبت میکنیم که در اونجا اصلا چگونه شد رشته تئاتر رو انتخاب کردی ایران من با بازیگری شروع کردم با ابتدا بازیگر بود آره اصلا مؤسسه کارنامه یادمه که رفتم بازیگری خوندم و فارغ تحصیل بازیگری بودم و سالها در تئاتر بازیگر بودم بله تا سال 1385 که رفتم و دانشکده تئاتر کارگردانی تئاتر خوندم بحبه. و از اون موقع تصمیم گرفتم که خیلی بیشتر علاقه به کارگردانی و بعدا نویسندگی شد سال 87 م اولین کارم رو شروع کردم که بخوام اجرا بکنم توی ایران بحبه. که تا سال 89 طول کشید مم. یک سال دو سال دو سال, دو سال, دو سال و تقریبا 5 6 ماه, ماه, طول کشید آره انقدر که به توقیف و عدم مجوز و کارشکنی خوردیم و در نهایت سال 89 اولین نمایش هم اجرا کردم توی ایران در فرنگ سرای که همون سالم اینقدر دیگه اتفاقات دنج. عدیده برای من بعدش هم قبلش هم 88 و اون جنبش 88 به وجود اومد دیگه تصمیم گرفتم از ایران خارج بشم اومدم اینجا و همین راه رو ادامه دادم ادامه خب اگر واقعا این ممانعت ها نبود این سخت گیری ها نبود این سانسور شدید نبود کما کن هنرمند جوانی مثل شما که این گونه عاشق این هنره بیگمان هرگز از ایران خارج نمیشه آقا اگر این ممانعت ها نبود این صدای زیبا <يوم> و مخملی شما هنوز تو ایران تو رادیو داشت گویندگی میکرد <تصفح> <تصفح> بله و واقعیت قضیه که <است> نه من بیشتر اینو عرفان جام به خاطر اینکه واقعا آدم نگاه وقتی میکنه به نقص جوان به خصوص جوانانی که در رشته هنر فعال از تئاتر سینما و نویسندگی خب میبینی که اینا چهرههای شاخصی هستن ام. ولی متاسفانه زمینه که باید فراهم بشه خب نیست سختگیری ممتدی ده. وجود داره ایراداتی میگیرن که اصلا همخانی نداره با کار تئاتر و حق داشتی حال کسی که عاشق این کار کسی که تحصیل کرده بیگمان همینان ارجمان دیگه نمیتونه بعد ایران رو ترک کردین و امریکا مستقیم بله بله ام. بله به اینجا صحبت کنیم من یادمه که شما حالا بحثش مفصله یک نماشنامی رو بر سحنه آوردید که اون موقع اعلام شد آگهیش رو من دیدم که به صورت رایگان بود بیدید کسی نمی خرید. بله. همون دو سال پیش دو سال پیش درسته بله و نامش هم همین زن زندگی آزادی بود <applause> خب انگیزه انتخاب چی بوده که البته میدونم که حوادثی که در ایران بوده ولی به حال یه جوانی مثل شما بیاد خارج و بعد به این فکر بیاد بر نخستین بار اولین هنرمندی بشه که از این حوادثی که رخ داده از این انقلاب نسل جوان این گونه الهام بگیره و این نام رو برای تئاتر خودش که بر صحنه میاره انتخاب کنه ببینید خب اصولا اه همه ماهایی که تئاتر کار میکنی و مخصوصا نمایشنامه نویسی میکنی بله بل. خب میگردیم دنبال دقدقه که داریم در طول سالیان و راجع به اونها میخوایم صحبت بکنیم دقدقه اجتماعی که وجود داره بله بل. اصلا توی اون بخبوه در همون سال دو سال پیش بل بل. و بعد از جنبش محصا و اتفاقاتی که هر روز انقدر داشت با سرعت بل بل. بالا اتفاق میافتاد اصلا, اصلا دیگه هیچ جای فکر کردن برای چیز دیگه ای نبود من فکر می‌کنم هیچ کسی هیچ ایرانی اون موقع ها دیگه‌ای دیگه ای غیر از موضوع زن زندگی آزادی و این خون‌هایی که داشت کف خیابون ریخته میشد نداشت مم. و خب من هم این کار رو بلد بودم و شروع کردم به نوشتن و یادم ما هر روزی که خب این نمایشنامه به هر حال طول میکشه پروسه‌ای داره نوشتنش خامنان. هر چی جلوتر میرفتم یاو می, می فردا یه اتفاق جدید خب به اینم باید بنویسیم بلنیم. این نکته هم باید بگیم بلنیم. و اون موقع خب خیلی خام بود من اول این به ذهنم بود که یک نمایشی یک یا دو نفره بلنیم. بنویسم و اینو توی تظاهرات ها بتونم مثلا به صورت خیابانی اصلا مثلا خودم یه جای خیابانی بذارم م. برای همین اصلا رایگان بعدا هم اجرا شد میخواستم نمایش خیابانی بذارم و بعد اینو در حالت یه پست توی اینستاگرام گذاشتم بعد دیدم که چقدر از رفیقان و کسایی که حالا تاتری هستن من نمیشناختمشون پیغام دادن ما هم هستیم ما هم هستیم و این کار به صورت کارگاهی یعنی این رفقا هم اومدن دمشون هم گرم و این کار به صورت کارگاهی نوشته شد و مم. کار شد و پیش رفت تا خیلی هم سریع انجام شد یعنی ما کمتر از یک ماه طول کشید که من گفتم سریع میخوام انجامش بدیم چون همون موقع داغ باید انجام میشد و من دوست داشتم این صدا به ایران برسه و های ایران برسه روز اولم تاکید کردم و به همه گفتم که این نمایش باید رایگان باشه رایگان چون اصلا قرار نیست که ما بخوایم پولی در بیاریم یا کاسبی بکنیم میدونید یه, یه انسان های جوون های توی ایران بعد از ظورر از خونه رفتن جونشونو، اعضای بدنشونو گرفتن دستشون رفتن تو خیابون آخی. به خاطر این جنبش حالا من اینجا کمترین کاری که میتونم بکنم اینکه صدای اونها رو برسونم به همه دنیا آخی. و بتونم هم باشم حمایت کنم حالا دیگه از این حمایت پول دیگه نباید در بیارم بعدا گفتن حداقل یه مبلغی رو بذار که بشه پول مثلا هزینه ها هزینه و سالن و اینا رو گفتم ما یه دلار هم اگر بگیریم یه دلار گرفت پول گرفتیم باید رایگان باشه بلدیم. که درسته. بعدا خب ضربه هم خوردیم بلدیم. از همین ماجرا ولی بر حال خب باید این کارو میکردیم خب این در واقع میشه گفتش که احساس یک هنرمند مسئوله هنرمند جوان هم هنرمند که در چون این شرایطی که الان خود ارفان جان اشاره کرد مگه میتونه انسان ایرانی این صحنه رو ببینه این حوادث رو دنبال بکنه و این نسل آینده ساز که این گونه شجاعانه آمدن واقعا بسیارشون از جانشون مایه گذاشتن دیگه یه واقعیتیه بسیارشون یکی از اعضای اصلی بدنشون از دست دادن چه چشمهایی که واقعا دیگه فاقد بینایی شد آدم یک لحظه باید خودش شد در اون شرایط قرار بده ولی خب این احساس کنرمنده که این گونه احساس مسئولیت میکنه ببینه که زمانش که دست به این کار رو بزنه و خیر فانجان نمایشنامه رو نوشتی خب انتخاب بازیگران هم حال برای توی که در خارج این کارم میخواستی بر صحنه بیاری خب یعنی یه مقدار به نظر من مشکل بوده و تونستی از این مشکل هم در واقع یه جوری پیروز بیای بیرون چه جوری انتخاب کردی آره من اصلا یعنی تصور نمیکردم که به این شکل بتونم برم جلو ام. چون من یه, یه فراخانی که اول اول بین دوستان و بعدا هم توی صفحه مجازی گذاشتم یه شرایطی رو عنوان کردم که این شرایط خیلی خیلی مرسوم نیست یعنی مم. فکر نمی کردم. همه, بد... همه قبول کنم قانم. یکی اینکه ما هیچ, هیچ مبلغی پرداخت, دا... پرداخ نمیشه چون اصلا کار رایگانه درست دو اینکه فرصت خیلی کمه و ما هر روز باید تمرین کنیم و سخت آ... و همیشه هم به بچه ها می گفتم, می گفتم واقعا این, این تصور کنیم که این سختترین و ترین کار ه... تمام دوران همه ماست چون فکر میکنم توی این جور مسائلی که حالا قرار شعار بدیم قرار همراه باشیم با یک جنبش ملی که به وجود اومده اگر کم بذاریم اگر یه مقداری اونجوری که باید خوب کار نکنیم به بیراهه یعنی ضربه زدیم به این جنبش این باید کار صد در صد با تمام وجودمون کار بکنیم و آره تمرین سخت هر روزی داشتیم و پولی هم قرار نبود بدیم برای همه من به کسی و اینکه خب همه بازیگران به هر حال میدونید مشکل ده. این که اسمشون هم بخواد باشه بعدا برای خودشون خانوادهشون تو ایران مشکلی مشکل به وجود بیاد به هر حال یه کاری بود که درسته. خیلی درسته. با مناسبات همیشگیمون نمیخون فکر نمی کردم که برد. همه ولی ولی تمام دوستام همه اعلام آمادگی کردن اومدن و یکی از مهمترین چیزهایی که اون موقع بهش فکر میکردم این که بازیگرها باید سناشون پایین باشه همونجوری که جنبش ما جنبش نسل, نسل جنریشن زی هست خب اینجا هم باید همون همه سعی میکردم بین 19 20 21 دو ساله انتها که اونم خب سخت میکرد دیگه بله می ولی به هر همه اومدن و با, با عشق دم همهشون گرم اصلا نمیدونم هر اتفاقی که برای این کار افتاد اولا که من تنها بودم همه با هم یه کاری رو کردیم و فکر میکنم از چون از اعماق وجودمون داشت می اومد درسته، بیرون درسته. شد خودش داشت پیش می دیگه همون جوری که تمام اتفاقای اون جنبش داشت پیش می بله خب طبیعی است وقتی مسئول همیانان یعنی و در الان بین صحبتش آقای عرفان ملکوتی اشاره کرد آدم نمیتونه در واقع خودش کنار بکشه با این حرکتی که نسل جوان ما انجام داد و با این نامی که انتخاب کردن واقعا زن زندگی آزادی که آزادی نعمت بزرگی است ولی yes. متاسفانه به حال در سرزمین ما اونطور که همه ما دیگه میدونیم گویا آزادی مفهومی نداره آنچه که اونا تصمیم میگیرن شما اجرا کنید و طبیعی که جوانان هنرمند و مسئولی مثل عرفان ملکوتی دیگه میره میره ولی دیگه جای میرسه که نمیتونه اون می <تصفح> وقت تعداد بازیگراتون در همین نمایش زن زندگی آزادی چه قبولی؟ چه تعداد بازیگر بوده؟ یازده <تصفح> نفر یازده نفر؟ بله خیلیه یه خیلیه. کار اینگونه با یازده هنرمند اشاره کردید که شما هم با علاقه انتخاب کردن در حالی که با جون و دل اومدن و واقعا بدون هیچ چشم داشتی و خالصانه آره واقعا نه اینکه این میخوام من از شما تعریف کنم همون بازیگرای شما هم یه شجاعت خاص دارن بی آره این واقعیتیه آره. خیلی هستن که حتی در گفتن بعضی مسائل خودشون کنار میکشن که نکنه فردا گرفتاری پیش بیاد ولی وقتی این حرکت نسل جوان این گونه آغاز میشه ام. جنبش زن زندگی آزادی که این فراگیری فراگیر میشه حتی انعکاس این جنبش در جهان باستاب مثبت و بزرگی داشته ارفان جان بله. برای این خود سیمبار بود یک جنبش این گونه متعلق به نسل جوان بتونه دنیا رو متوجه دایقا. این جوانان آزادی خواهی ایران بکنه و این خب وظیفه هنرمندان مسئول اینه که واقعا در کنار این جنبش قرار بگیرن لاقل صدای اونا باشن اونا که در درون ایران خب میدونیم که نمیتونن به اون صورت صداشون رسا اعلام بدارن و خب مشکلات و فراوان دارن خانواده در خطرن چون ولی یک وظیفه سنگینی که به رفع بسیار احسان شما این انجام دادید منم باید اینجا اضافه کنم آقای ارفان ملکودی که این نمایش نمایشنامه از شبکه جهانی پارت به مناسبت دومین سالگرد انقلاب محسا امینی یا زن زندگی آزادی برای اون اولین باره که از این شبکه جهانی پخش میشه درسته؟ با افتخار بله بله لطف کردن آقای شجره که آره برای اولین بار این فیلم این نمایش در واقع داره پخش میشه بله واقعا از خانم دکتر مرجان نقوی بنده سباسگذارم که این گونه کابوش میکنن اینقدر ارتباط با نسل جوان هنرمند دارن و همیشه هم توصیهش به من اینه من ازشون بسیار ممنونم خیلی زحمت کشیدن حالا شما اشاره کردید که وقتی رایگان بوده بعضی اومدن مثلا به جای اینکه یکی یا دو تا بلیت بخرن که پول نمیدادن بگیرن مثلا چل تا بلیت میگیرن بعد چی های. آه این لطمه میزد دیگه آره دیگه ای ای مخصوصا اجرای اولمون که تو لس آنجلس بود این تجربه رو نداشتیم فکر میکنم تا حالا اینجا ایونتی به این شکل رایگان نه نداشت نشده داد بود آره. رایگان نداشت. و خب من اصرار داشتم اولا رایگان باشه و بعد گفتم خب یه دفعه تعداد زیادی چون به هر حال صندلی محدوده توی سالن نه آن روز اجرا دم در و ما شرمنده‌شون بشیم ما سایت بلیت فروشی گذاشتیم اونتا رایگان. رایگان فقط باید میرفتن جاشون رو رزرو میکردن دوستان آره ما دو ساعت یه دفعه سلدات شدیم بعدا فهمیدیم که یه نفر یه 20 تا 30 تا 40 تا بلیت خریده بعد خب نیومد شب نمایش دیدین آره حالا به هر دلیلی اگر نخوایم خیلی بلد. بعد فکر بکنیم به هر حال فکر ب... کرده حالا پولی قرار نیست بدم بذار بگیرم دیگه هر چنته که میشه که خب بعدا این رو در اجرای بعدی اصلاحش ام. کردیم به این شکل که اولا محدودیت گذاشتیم باره. که هر کسی نه بیشتر از دو تا بلیت نتونه بخره و بعد اینو گذاشتیم که موقع خریدن ده دلار میدادن بعد که می توی سالن ده دلارشون رو پس, پس می آره که این اتفاق نیفته خب متاسفانه اینو باید قبول کنیم که ارفان جان ما در این شهر که زندگی میکنیم من خودم تجربه شخصی میگم خب خیلی از عوامل نفوذی هستن به. که میخوان ضربه بزنن به یک کار ملی میهنی یک حرکت واقعا این گونه گسترده که باستاب جهانی داره خب یک جوان آمده آسینا رو بالا زده یک همچین نمایشنامه ای نوشته با توجه همینان یعنی ارجمند به شرایطی که در ایران و با توجه به شجاعت نسل جوان دختران جوان از کم که دانشجویان عزیز ما و اینا در ایران میبینن این توقع رو دارن و هنرمندی که واقعا خودشو مردمی میدونه در کنار مردمه هنرمندی مثل این جوان عزیز آقای عرفان ملکوتی همیانان، ارجمند خب در ایران هم خطر کرد همون نماشنامه که بر صحنه بود خیلی اذیت آزارش کردن آقای سانسورش کردن ولی بالاخره تونست با یه شیوه خاصی اون هدفش که برای خودش مقدس بود اون نمایشنامه رو اجرا کنه بعدم آمده خارج اینجا فیلمسازی سازی خونده میتونسته خیلی روز مثل خیلی ها بره دنبال پول در ولی احساس مسئولیت کرده که در قبال این حرکت در قبال نت جوان یک مسئولیت داره این مسئولیت حکم میکنه که واقعا تبدیل بشه به صدای اون نسل جوانی که متاسفان نمیذارن مستقیم به گوش ما برسه و این تئاتر شما نماشنامه شما تاثیر بسیار خوبی داشته برای بیننده ها اینو بسی چی آورد اینجا؟ خدا زنی همه لباسش از خوب رو نمیشه نفهمیدی لباسش فقط خونی شده خون خودش نیست سر yes, افتاده روی زمین همه لباسش رو زمین برس کن اون وقت لباسش رو میزنی کنار بگیم می زخم خودش هست یا میذاره؟ نه حال که چیزیش نیست ردش کن بریم چیزیش نیست؟ چلی این اینجاست یک کلمه حرف نزد خیلی شده به دیوار همه لباسش رو برس کن اون وقت این بذارش بره و اون انتظاری که ارفان جان خودت داشتی واقعا بعد از اجرا تا چند درصد تو راضی کرد واقعیت شو بهتون من، بگم من خیلی بزرگتر از این چیزها فکر میکردم یعنی من،, من فکر میکردم که اولا من همون موقعی که این نمایشنامه رو نوشتم و در حین اجراها بودیم اعلام کردم گفتم این نمایشنامه درسته من نوشتم اما مال من نیست م. هر کارگردانی هر جای دنیا خواست این،, این کار باید اجرا بشه باید دیده بشه م. و اصلا منم مالکیتی ندارم ولی من فکر می کردم که خیلی بیشتر از اینها باید اون موقع بهش بها داده می شود. نه به من به این کار بقید. به این کار جمعی. ولی خب یکی از همین مشکلاتی که کار رایگان بودنش داشت بقید. این بود که ما مسافرت نمیتونستیم بریم. بقید. به دلیل اینکه برنامه گذار زنگ می زد که بریم برای برنامه برای اجرا، من تاکید داشتم که ما بلیت نباید بفروشیم م. و ایشون میگفت خب مثلا اینجا پول اقامت داریم پول هواپیما داریم همه اینها رو داریم میگفتم حال این, این هزینهیه که ما بیرون از کشور برای این جنبش میتونیم بکنیم بره. و یکیش هم شماها دیگه حال این همه اتفاقات و کن، کنفرانس ها و سمینار ها داشتون موقع اجرا میشد و اونقدی هم درسته. پول زیادی نبود در, در اشلی که ما داشتیم راجع به حرف می‌زدیم خب این هم به یکی از اون برنامه‌ها تبدیل بشه و بره حداقل توی امریکا میتونستیم مسافرت کنیم که نکردیم آره یه جایی متوقف شد ما در حد همین فکر کنم هفت تا اجرا توی همین کالیفرنیای جنوبی اجرا رفتیم و بعد من این شرایطی که دیدم بعدا تصمیم گرفتم که اینو تبدیل به فیلمش کنم okay. یه فیلم کنیم فیلم اونم خب باز به خاطر اینکه خیلی از نظر بودجه ای نداشتیم درسته. خیلی داشتیم مینیمال و کوچک میرفتیم جلو که بالاخره یک یه، یه، مخب... واقعا یه تشکر بزرگی اول از همه از فریبرز یوسفی بکنم که از روز اول به عنوان تهیه کننده okay. پیگیر این کار بود همراه ما بود اما برای فیلم برداری جناب های زرابی یوسف زرابی اومدن پای کار و گفتن که این کار باید به بهترین شکل فیلم برداری بشه باید. برای همین یه بودجه خوبی در اختیار ما گذاشتن که نتیجه شد همین فیلمی که خواهید دید حالا امیدوارم که مورد قبول باشه این فیلم رو حتما از تلویزیون پخش میشه بینندگان ارجمند هم وطنان رو میبینم ولی من به نظرم اینجور میرسه که ای کاش ای کاش ایرانیان شریف آزادی ها ایرانیایی که این گونه خودشون رو نشان دادن که حمایتگر این جنبش بزرگ هستند از یک گروهی که همینان ارجمند باستاب خواسته همون جوان ها رو داشت گسترش میداد در خارج از کشور باید حمایت میکردن چرا باید به دیگه شهرها این دوستان هنرمند ما آقای ملکوتین رو نتونم برن راست میگن هزینه داره خرج داره برای ایرانیانی که اینجا هستن خوشبختانه خیلی واقعا وضع مالی درخشانی دارن براشون چیزی نیست میتونستن حمایت کنن میتونن تقبل هزینه ها رو بخششو بکنن که شما با آسودگی خیال سفر کنین و این اثر رو در معرض دیده هموطنان ارجمند ما غیر از لس آنجلس و سان فرانسیسکو قرار بدید ولی متاسفانه نشد امیدوارم این گفتگوی ما لاقل این تاثیر داشته باشه که از هنرمندان شریف مثل عرفان ملکوتی که این گونه احساس مسئولیت میکنه این گونه همیانان ارجمند خودش همراه با نسل جوان داره نشون میده و خب اینا ارزشمنده اینا ارزش معنوی داره هم جسارت میخواد هم شجاعت میخواد هم لیاقت به نظر من شما هم شجاعت داری هم جسارت داری هم لیاقت که نشان باید. دادی در چنین شرایطی این کارو آوردی بر صحنه و حتی این اعلام رو کردی که بقیه هنرمندان کارگردان تئاتر اگه مایل به اجرای نمایشنامه هستن این نمایشنامه در اختیارشونه امیدوارم عرفان ملکوتی عزیز تو رو بیشتر ببینیم من, مطمئنم شبکه جهانی پارس حامی تو دنبال کارهای تو که این گونه عاشقانه داره میری همراه هستی با نسل جوان همکاری صمیمانه داشته باشند ما در این دومین سالگرد در واقع انقلاب بزرگ جوان زن زندگی آزادی به یاد محسا امینی که شما این گونه خودتون رو در واقع مسئول میدانید در قبال رویدادهای بزرگ که باید بخشیش رو شما به دوش بگیرید و به شایستگی این کاری کردید ممنونم ازت با امید دیدار تصمیم در برنامه های دیگر ممنون از شما خیلی ممنون که منو پذیرفتین توی این تلویزیون دعوتم کردین و اگر بخوام یه یکی دو دقیقه صحبت میکنم. در راستای صحبت هایی که کردین آره کاش کاش حمایت کردن رو یاد بگیریم کاش اون قدری که تخریب کردن رو بلدیم حمایت کردن رو یاد بگیریم و کاش از این نسل جدیدی که جنبش زن زندگی آزادی رو به وجود آوردن یاد بگیریم اونها دلیل این شکوه این جنبش این بود که بدون حب و بغز پا به خیابون گذاشتن بدون اینکه تخریب کنن همدیگر رو چپ و راست و بالا و پایین و میانه و اینا اه. همه چیز رو گذاشتن کنار و گفتن ما یه دشمن مشترک داریم و میریم کف خیابون باشون میجنگیم این رو ازشون یاد بگیریم یاد بگیریم که جنگیدن ماها با همون خیلی وقته به بهانه به نظرم به بهانه مبارزه با جمهوری اسلامی داریم خودمون رو براندازی میکنیم okay. از هنو هنوز تو فکر هفتاد سال پیشیم 28 مرداد 1332 okay. شاه و مصدق با هم دیگه جنگیدن آیت الله کاشانی پیروز اون جنگ شد mm. هنوزم هم هنوزم هم همون درده کاش یاد بگیریم از این نسل که همه چیز رو بذاریم کنار همبسته متحد این نمایشنامه داره همینو میگه آفه. میگه تنها راه آزادی اتحاده اتباه. و حمایت از همدیگه پیروز باشین خیلی متشکر از اتباه. خواهش میکنم با امید پیروزی نسل جوان ایران به امید اینکه این نسل جوانی که از جانش مایه گذاشته و هنرمندان مسئولی مثل عرفان ملکودی عزیز موفق بشن و روزی که دور نیست این آزادی رو که عشق بزرگ همه این جوان ها آزادی به لطف پروردگار بزرگ در ایران ببینیم و شاهدش باشیم سپاسگزارم روز خیلی متشکرم مرسی زنده باشیم شما و فیلم نمایشنامه شما از شبکه جهانی پارس پخش میشه با افتخار مرسی خدا نگهدار